پیامی از یان هستم. در چهارشنبه 30 اردیبهشت برابر با 20 ماه می 2015 نگاهی داریم به نمایشگاه کتاب تهران و چالش های پیش روی نویسندگان در ایران. نمایشگاه کتاب تهران به عنوان بخشی از کارنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سرپرستی محمد خاتمی در آستانه 30 سالگی است و هر سال این رویداد بزرگ ادبی انتشاراتی که در مصلی تهران برگزار می شود با حواشی سیاسی متعددی همراه بوده و نمایشگاه اخیر کتاب تهران که با شعار خواندن گفتگو با جهان به فعالیت 10 روزه اخیر خود پایان داد، اگرچه جمع‌آوری کتاب‌های دارای مجوز ارشاد از سطح نمایشگاه کتاب تهران پدیده تازه‌ای رو در خود نداره، ولی جمع‌آوری کتاب‌هایی با مضمون شعر و داستان به دلایل امنیتی با حضور نماینده پلیس امنیت تهران موضوعی است که به رغم وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی مبنی بر بازگشایی فضای فرهنگی همچنان ادامه دارد و به این قصه تکراری باید حذف کتاب خارجی درباره آیت الله خمینی به نام درآمدی انتقادی درباره خمینی با این استدلال که با واقعیت زندگی ایشان هماهنگ نموده را نیز گنجاند. همونطور که عنوان شد، در نمایشگاه کتاب امسال کتاب‌های دارای مجوزی چون من و سیمین و مصطفی نوشته شیوا رسویی و ملت‌ها چگونه شکست می‌خورند با ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور و با مقدمه علیرضا بهشتی که از سوی انتشارات روزنه به چاپ رسیدن حذف شد و همچنین مجموعه شعری از فاطمه اختصاری با عنوان منتخبی از شعرهای شاد با همراه چند عکس یادگاری جمع‌آوری شد. به گفته همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران، ترویج آموزه‌های مغایر با فرهنگ اسلامی، رواج سبک‌های غیر دینی در حوزه هنر، عرضه مضامین و تصاویر غیر اخلاقی و همچنین تبلیغ افراد و جریان‌های هنری فاسد از جمله مواردی است که منجر به جمع‌آوری کتاب‌های هنری عرضه شده می‌شود. این گونه است که یکی از شاعران حوزه هنری و ارزشی نظام در مجموعه دست‌نوشته‌هایش تحت عنوان سکانس کلمات که نشر نی اون را به چاپ رسونده نوشته: از قدیم الایام استبداد حکومت ها و دولت ها از نوشتن کلمه، جمله و مقاله و یادداشت ترسیدند. به نوشته سید حسن حسینی، شاعری که در سال 1383 در تهران درگذشت، کم نبودند چهره‌هایی که در تاریخ از پلکان کلماتی که به کار بردند بالا رفتند و نتیجه گیری هایشان مثل حلقه گلویشان را فشرده و جانشان را روانه ملکوت اعلی کرده است. او در بخش دیگری از کتاب می نویسد: سانسور به هر شکلی و بهانه ای از سوی هر حکومت جمعی یا فردی مخرب و ویرانگر است. ادبیات و هنر نمی تواند و نباید به مصلحت های کوچک و حقیر باج های کلان بدهد. در غیر این صورت روز به روز ادبیات عقب نشینی می کند و دروغ نویسی گام به گام پا به جلو می گذارد. خلاقیت پس می رود و جعل و مداهنه و چاپلوسی در لباس مبدل پیشروی می کند و هنرمندان و نویسندگان به دست دولت های جمعی و فردی اخته می شوند و از آدم اخته شاید عمل جنسی ساخته باشد، ولی تولید مثل و افزایش کمی و کیفی هرگز. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب افق خانم منیرو روانیپور، داستان نویس که از لاس وگاس به ما پیوستند، شهریار مندنیپور داستان نویس مقیم آمریکا و آقای سرکوهی که از فرانکفورت آلمان با ما هستند. اجازه بدید پرسش رو اول رو با آقای سرکویی آغاز کنیم. آقای سرکویی، به عنوان منتقد ادبی 28 نمایشگاه کتاب تهران رو در حوزه ادبیات در چه سطحی ارزیابی میکنید و به قولی جمع آوری کتاب های دارای مجوز ارشاد از سطح نمایشگاه با چه هدفی به نظر شما ادامه داره؟ به طور مختصر برای نمایشگاه به اصطلاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چند تا شاخصه میشه برشمرد. نخست اینکه این عنوان بین‌المللی در این اون اسم نمایشگاه یک شوخی هستش، چون اولا که ناشران معتبر خارجی اروپایی آمریکایی شرکت نمی‌کنن، هم به دلیل تحریم‌های اقتصادی، هم در اینکه به دلیل اینکه بازاری برای کتاباشون در ایران نیست، چون به دلیل فقر یا به دلیل اینکه کتاب خونده نمیشه و بعدم سانسور مانع میشه که اونا بتونن کتاباشون در نمایشگاه ارائه بدن. بیشتر ناشران عربی هستن، خاورمیانه و غیره، که کتاب‌هایی رو میارن که از صد بازبینی و سانسور قبلی گذشته. دومی که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
سانسور مضاعف رو اعمال میکنه. یعنی ما میدونیم که در ایران الان به اصطلاح سانسور به شدت در مورد کتاب ها اعمال میکنه. وزارت ارشاد قبل از چاپ و اغلب کتاب ها، خیلی از نویسندگان ممنوع القلم هستند، خیلی از کتاب ها ممنوع الانتشار هستند. اونایی هم که منتشر میشن اغلب با حذف و سانسور و حتی تغییر هست در ترجمه ها، به خصوص داستان ها رو تغییر میدن، پاراگراف هایی رو بهش اضافه میکنن، مسلمون میکنن مثلا اون نویسنده رو و غیره. حالا علاوه بر این سانسور که به طور معمول در ایران جاری است، نمایشگاه کتاب خودش یک سانسور مضاعف اعمال میکنه، برای که فکر میکنه که تعداد بیشتری میان به نمایشگاه و خوب نیستش که، چون اینا خودشون رو قیم فکری مردم میدونن، خوب نیستش که مردم با بعضی چیزا آشنا بشن. دوم مشخصه دیگه که میشه برای نمایشگاه کتاب تهران برشمرد این هستش که برخلاف همه نمایشگاه های کتاب در همه دنیا، جلسات داستانخوانی، شعرخوانی، بحث و گفتگو در این نمایشگاه وجود نداره، مگر برای عده خاصی که حکومتی هستن. یعنی در واقع نمایشگاه یک محلی هستش که تولید کنندگان کتاب با مخاطبان خودشون بحث کنن، گفتگو کنن، و این اصلا وجود نداره. همونطور که البته خب نویسندگان و شاعران و مؤلفان معاصر ما از رسانه‌های جمعی هم محروم شدن و تبعید شدن و اجازه ندارن اونجا حضور پیدا کنن. اما مشخصه دیگری که برمیگرده به مردم، این بار نه به حکومت، این هستش که اگر شما تعداد بازدید کنندگان نمایشگاه تهران رو مقایسه کنید با نمایشگاه‌های بزرگ تهران، نمایشگاه‌های بزرگ دنیا، نکته بسیار شگفت‌انگیزی هست. مثلا نمایشگاه تهران طبق آماری که گفتن بین 3 تا 5 میلیون، یعنی بعضی سالا 3 میلیون، بعضی موقع 5 میلیون، بعضی موقع 4 میلیون بازدید کننده داره. اون وقت تیراژ کتاب رو می‌دونید در ایران الان داره به طرف میانگین 1700 نسخه بسیار نازل شده. اگر اینو مثلا مقایسه کنیم با بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب فرانکفورت که بزرگترین، معتبرترین بسیار نمایشگاه کتاب دنیا هست، هر سال برگزار میشه، 200 تا 300 هزار بازدید کننده میان که اکثرشون هم اون چند روز اول میان که ورود برای همه آزاد نیست، متخصصینن، نویسندگانن، روزنامه‌نویسانن. وقت یا مثلا نمایشگاه کتاب لندن که همین چند پیش برگزار شد 25 هزار بازدید کننده داشت، وقت شما این تعداد بازدید کننده رو، یعنی 200 هزار یا 25 هزار رو مقایسه کنید با 5 میلیون، بعد تیراژ کتاب رو در آلمان و انگلیس مقایسه کنید با ایران. بنابراین در واقع میتونیم بگیم نمایشگاه کتاب یک محلی است برای گذران اوقات فراغت مردم. اما اون نکته که اشاره کردم، اینکه به فروشگاه کتاب هم تبدیل شده آقای سرکویی، و به نظر میرسه که از اهداف نمایشگاه های جهانی یا نمایشگاه کتاب اساسا دور افتاده. اصولا در نمایشگاه کتاب مثل فرانکفورت و غیره فروش کتاب وجود نداره، مگر گاهی به بعضی غرفه ها ممکنه در روز آخر اجازه بدن که اغلب هم نمیدن. اما چون اصلا نمایشگاه کتاب محل برخورد به صد دستاوردهای صنعت نشر باید مطرح بشه، مبادله بشه، تبادل فکر و اندیشه است و فرهنگ، نه مثلا بازار فروش کتاب. اما به نظر من حتی این که میگن نمایشگاه کتاب به اصطلاح محل فروشه، با توجه به تیراژ کتاب ها در ایران میتونیم بگیم اینطور نیست، برای اینکه خب تیراژ کتاب وقتی اومده رو 500 یا 1000 نسخه دیگه اصلا مهم نیست که کجا این کتاب رو میفروشن. حال خانم ربانی پور، به جمع‌آوری آثار نویسندگان زن در حوزه ادبیات داستانی اشاره شد. از جهان ذهنی زن ایرانی در ادبیات معاصر بگید و دلیل گرفتاری حکومت با ادبیات داستانی چی است به نظر شما؟ اول تشکر میکنم از همه و به خصوص از دوستم فرج سرکویی. ببین، به نظر من اصلا نمایشگاه کتاب وجود نداره. اون چیزی که هر سال داره برگزار میشه نمایشگاه کتاب نیست، نمایشگاه سانسور کتابه. هر سال یک عده یه جایی که قرار بوده یک کار دیگه انجام بشه، عبادت کنن یا یه نوع تظاهرات دیگری برگزار بشه، میان و یه نمایشگاه سانسور کتاب میذارن. یعنی میخوان اشارهتون به برگزاری نمایشگاه در مصلی تهران هست. بله. برای که ببین، برای که نمایشگاه تعریف خودشو داره، یه جایی برمیداری ارائه میکنی به کسی که مسئولی داره یا کار هنری داره میکنه و اون شخص کار هنری خودشو عرضه میکنه یا مسئولشو عرضه میکنه. دیگه ترس و بگیر و بله دیگه ترس و بگیر ببند و این چیزا نیست. خب حالا چه زن باشه چه مرد باشه، فقط کتاب خانوما رو جمع نکردن، کتاب همه رو جمع کردن. و این حالا به هر حال در سالهای گذشته خصوصا کتاب مهسا محب‌علی شنیده شد که جمع‌آوری شد و خانم لاهیجی به قولی مشکلاتی داشتن در جمع‌آوری کتاب‌ها، و همین که همین امسال خانم شیوا ارسطویی. اینها به هر حال با توجه به تعداد اندک نویسندگان زن در مجموع میشه نتیجه‌گیری خیلی کلی کرد که حساسیت‌ها نسبت به آثار نویسندگان زن ایرانی چه بسا بیشتر هست نسبت به من فکر نمی‌کنم نویسندگان زن ایرانی الان دیگه اندک باشن. در دهه 60 خب خیلی کم بودن تعدادشون، ولی دیگه الان برابر نباشن کمتر هم نیستن. به نظر من اساس قدرت سیستمی که حاکمه
بیشتر با فرهنگ سرکار مقابله میکنه. حالا اعتراض از جانب هر کسی باشه، گاهی وقت هم هست که رندوم یه کاری رو میکنه، یه کتابی رو جمع میکنه که مرعوب کنه، با رعب و وحشت ایجاد کنه. قصدش یک نویسنده خاص یا یک کتاب خاص نیست، ولی اگر مسئله چالشی که زنها در ادبیات ایران دارن میپرسین، خب او یه مسئله دیگه است، یه مسئله جداگانه دیگه است. و من اصولا زنون مردونه نمی کنم ادبیات رو، همه ما درگیر این بگیر به بندها و من از جهان ذهنی زن نویسنده ایرانی پرسیدم. من قصد تقسیم بندی ادبیات زن و مرد نداشتم. حالا جهان ذهنی با توجه به اینکه اولا شاید پرسش رو اینگونه مطرح میکردم که شما خودتون رو نمایندگی چه نسلی از نویسندگان و رمان نویسان به قولی زن ایرانی میدونید، و اینکه جهان ذهنی شما با توجه به مقایسه‌ای که میشه انجام داد از زمان اینکه به هر حال کتاب‌های سیمین دانشور به عنوان رمان ایرانی مطرح شده، شما این جهان ذهنی رو با توجه به مرور زمان چگونه دیدید؟ من نماینده خودم هستم و به نظر من نویسنده ها ربطی به نسل ندارن. یه کار ماندگار ربطی به نسل نداره. یه نویسنده مثلا شما میخوای تولستوی یا مارکز یا یوسا رو مربوط به چه نسلی بدونی؟ من می نویسم، داستانم رو می نویسم، در اون مقطعی که در زندگی می کنم، با اون روابطی که دارم و اون اتفاقاتی که بر خودم و تاریخم و مملکتم گذشته و میگذره، و دیگران هم همین کار رو میکنن. بنابراین من نمیدونم واقعا متعلق به چه نسلی هستم. همه دارن کتابای منو میخونن. من در دهه 60 بود که کارم رو شروع کردم و فعالیتم رو ادامه دادم. الانم دارم کار میکنم، ولی دوستانی دارم، دانشجویانی هستن که با من کار میکنن. خب اونا مسئلهشون یه چیز دیگه است. واقعا اونا که داخل کشور هستن، خانمایی که داخل کشور هستن و خانمایی که خارج از کشور هستن، بچه هایی که داخلن، خب میگن ما چه موضوعی رو انتخاب بکنیم که مشکل برامون ایجاد نشه، بتونیم داستانمون رو بنویسیم. این یک. و چجوری اون رو به چاپ برسونیم، چجوری آبرومون نره. واقعا بحثشون اینه که ما چجوری یه چیزی بنویسیم که آبرومون نره. خب وقتی که به ادبیات به شکل بلندگو نگاه کنی، خب بچه ها، کسایی که در داخل کشور هستن اینجورن، زیر فشار قرار میگیرن. حتی بچه ها میگن ما زیر فشار خانواده قرار میگیریم وقتی یه داستانی رو مینویسیم. این چالش ها فقط چالش های حکومتی نیست، چالش های اجتماعی هم هست. یعنی آبروداری و حیثیت داری و حواسمون باشه که کاری نکنیم، خطا نکنیم و باعث رنجش این و اون نشیم و بدنام نشیم. ترس از بدنامی. الان شما کلی داشتید میگفتید که گفتن نمایشگاه موجب فساد و نمیدونم الحاد و از این چیزا شده. خطیبان جمعه در هنگام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران اشاراتی رو کردن در این رابطه. خب حالا اجازه بدین از بله میخواین اگر صحبتی دارید بفرمایید. خب برای این ایجاد ترس و وحشت و دست پای نویسنده تازه کار رو به هر شکلی میبنده دیگه. من که برای دل خودم شروع کردم بنوشتم، خب یعنی زمانی بود که اصلا دورنمای چاپ نبود. ولی وقتی که شما یه چیزی به اسم نمایشگاه علم میکنی و میخوای نویسنده داشته باشی، این فکر برای بچهای داخل کشور به وجود میاد که چیکار کنن با کسی رو نیازارن و کتابشون چاپ بشه به هر ترتیبی. برای همین خانم ارسطویی میگه این یه سوء تفاهمه، برای که بیشتر از این زیر فشار قرار نگیره. حالا کتابش رو جمع کردن، خودش رو جمع نکنن. بله آقای مندنی پور، به سانسور و محدودیت‌ها در فضای نویسندگی ایران اشاره شد. چطور شد که سانسور، عنوان سانسور در عنوان کتاب شما در خارج از ایران پیدا شد؟ آیا رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی مانیفست شما درباره فضای سانسور در ایران، و شما این فضا رو چگونه ترسیم می‌کنید؟ سلام می‌کنم به شما، فرح و عزیزتون. قبل از رفتن به سراغ کتاب خودم، اینو که مشترک رو میخوام مطرح کنم، به نشکه کتاب تهران فقط به یک بیماری است. مشکل اساسی که در ایران وجود داره و اونم سانسور طبیعی که عوارضش در نمایشگاه کتاب هم خودش رو نشون
مشکل اساسی در سانسوره. به طور کلی به نظر من بحث سانسور رو باید وسیع‌تر نگاه بهش بکنیم و فقط به عنوان آقای مندنی پور، ما صدای شما رو با اختلالاتی داریم و کیفیت مطلوبی نداره صدای شما، امیدواریم که بتونن این مشکل رو برطرف بکنن و یا اینکه صدای شما رو به یک شکل واضح‌تری بتونیم بشنویم. آقای سرکویی، در این فرصت با شما پرسش رو مطرح بکنیم در ادامه فضای به قولی سرکوب و خفقان در فضای نویسندگی. اخیراً برخی از نویسندگان نظیر سپانلو، زنده‌یاد سپانلو و امیر حسین چهلتن شاید در ادامه توجهی که گلشیری داد گوشزد کردن که رمان شاید به سبب اعمال انواع سانسور توهی از حافظه تاریخی است و واقعیت‌ها رو تحریف می‌کنه. شما یه چنین وظیفه رو برای رمان به عنوان محصول جامعه مدرن قائلید یا نه؟ ببینید، نخست باید تایید بکنم حرف شهریار، حرف آقای مندنی پور رو که گفتش که مسئله سانسور مسئله به اصطلاح عمیق‌تری هست از نمایشگاه. همونطور که منم گفتم، این به اصطلاح سانسوری که وزارت ارشاد اعمال میکنه به طور رسمی، بس سانسوری که نهادهای دیگه اعمال میکنن، یعنی مثلا فقط وزارت ارشاد نیستش، میدونیم امامان جمعه، نهادهای دولتی، نیمه دولتی، سپاه پاسداران و غیره هم در واقع یک فضای سانسور به وجود میارن و وزارت ارشاد حتی جاهایی که اونها مثلا یک اجازه دادن مجبور میکنن که اجازهشون رو پس بگیرن. یکی دیگه در مورد رمان و اصولا داستان و ادبیات خلاقه و سانسور، یکی از مشکلات اساسی که ما در 30 سال اخیر باهاش روبرو هستیم، حالا البته چه ضعیف و قوی بوده این مشکل، نمیدونم افت و خیز داشته اما همیشه وجود داشته، این هستش که سانسور کتاب در جمهوری اسلامی مثل محدود به اصطلاح سانسور سیاسی نیست. در رژیم گذشته بعضی جاها خط قرمز بود، مثلا و بیشتر مربوط شد به انتقاد از مثلا رژیم سلطنتی یا مثلا عقاید کمونیستی، یعنی در واقع برمیگشت به عقاید و نظریات در حوزه خاصی. اما جمهوری اسلامی از همون آغاز با ادبیات خلاقه یک مشکل اساسی داشت. مشکل اساسی اینجاست که و به همین دلیل هم در واقع داستان و تا حدودی شعر و تئاتر که به طور کلی اصلا از بینش بردن چون از اجرای زنده میترسن، اما داستان و شعر و نمایشنامه‌نویسی و دیگر شاخه‌های ادبیات خلاقه هستش که بیش از کتاب‌های نظری و حتی سیاسی سانسور رو بهش تعمیل کرده. البته در اون حوزه هم سانسور هست و بیش از همه صدمه دیده و به اصطلاح لاغر و کم رنگ و در واقع در حال نابودی. دلیلش هم این هستش که جمهوری اسلامی، خب هممون می‌دونیم یک به اصطلاح نظام نیمه مکتبی هم هست، یعنی فقط یک نظام دیکتاتوری سیاسی نیست، بلکه میکوشد که به اصطلاح یک فرهنگی رو و یک به اصطلاح نظام ارزشی ویژه‌ای رو و هنر و ادبیات و دیدگاه‌های برآمده از اون فرهنگ رو بر جامعه تحمیل کنه، یعنی در واقع در صدد این است که یک فرهنگ تک صدایی رو بر جامعه تحمیل کنه و مردم رو مجبور بکنه که در اون قالب بیاندیشن، نگاه بکنن، فکر بکنن، احساس بکنن، حتی روابط شخصیشون رو با زنشون بر اساس ارزش‌های این فرهنگ به اصطلاح تنظیم بکنن. خب ادبیات اصولا شما وقتی میگیم ادبیات یعنی چه؟ یعنی اینکه هنرمند، وقتی میگیم ادبیات خلاقه به این معنا هستش که کسی یک به اصطلاح واقعیت دیگری رو، یک جهان داستانی رو، یک جهان شعری رو خلق میکنه و میگذارد در مقابل واقعیت وجود. در واقع یک صدای دیگری هستش. در واقع از اینجا مسئله چند صدایی شروع میشه. این یک مشکل بزرگ هست که جمهوری اسلامی اصولا چند صدایی رو بر نمیتابه. دوم اینکه داستان، به خصوص داستان چی هست؟ داستان درست است که بیان مستقیم زندگی نیست، تاریخ هم نیست، عکس برداری هم نیست، گزارش هم نیست، اما در این حال داستان در واقع این هستش که داستان نویس آدم خلق میکنه. آدم‌ها ابعاد گوناگون دارن، آدم‌ها عاشق میشن، آدم‌ها دشنام میدن، آدم‌ها حرفای خوب میزنن، آدم‌ها کارهای بد میکنن، کارهای خوب میکنن و همه اینها در داستان باید حضور داشته باشه تا داستان زنده باشه، جذاب باشه، باورپذیر باشه، خوندنی بشه، یعنی مشخصات یه داستان خوب. خب وقتی که بخش مهمی از زندگی که عبارت از احساسات و عواطف بشری هست باید خودش رو در قالب مثلا فرهنگ اسلامی تنظیم بکنه، یعنی برخلاف واقعیت موجود زندگی، در نتیجه یک بخش مهمی از زندگی واقعی اینا از داستان میخوان حذف بکنن. خب
وقتی این بخش حذف شد، آدمایی که داستان نویسا میسازن مصنوعی ان، باورپذیر نیستن، یک بعدی ان، کاغذی ان، حسشون نمیکنه خواننده. دوم اینکه ادبیات عرصه طرح مسائل است. درسته که این مسائل به شکل روزنامه‌نویسی نیست، بلکه هنرمند اونو درونی میکنه و بعد خلق میکنه، اونا رو دوباره بازآفرینی میکنه. اما به هر حال مسائل و به اصطلاح زمانه هست که در داستان حضور پیدا میکنه، از البته صافی خلاقیت هنرمند. خب وقتی شما این جمهوری اسلامی نمیخواد زمانه و زمان و موقعیت کنونی در داستان حضور پیدا بکنه، در نتیجه این رو هم حذف میکنه. وقتی که این حذف ها اعمال میشه بر داستان، حالا حذف های دیگه هم هست، نمیدونم کلمات اخلاقی، این کلمه حتی حساسیت روی کلمات مشخصی، همه این حذف ها رو وقتی شما میگین بر داستان اعمال میکنین، داستان از بین میره. از طرف دیگه متاسفانه در ایران نویسندگان به خصوص نسل های جدید که اینها خب به هر حال باید میخوان اثرشون چاپ بشه، چاره ای ندارن جز اینکه در اونجا بنویسن و اثرشون چاپ بکنن، خودشون هم شروع کردن به اینو خودسانسوری و سعی میکنن منطبق با میل معیارهای وزارت ارشاد بنویسن یا دیگر نهادهای سانسور. نتیجتا ما یعنی دوچار یه نوع شیزوفرنی هم چند شخصیتی هستن، چیزی که ما قبلا روزنامه‌نگارا بودیم حالا اینا هم شدن. خب یعنی یک شخصیتی میخواد بنید فلان چیز رو بنویسه، شخصیت دیگه که میگه مصلحت نیست اجازه چاپ نمیدن، ناشر کاغذ شد بلا بلا بلا. نتیجه این یعنی از یک سو این که یک نوع به اصطلاح تسلیم داوطلبانه، نه که داوطلبانه، تحمیلی شده که دیگران از درون خودشون یک پلیس گذروندن، چشم وزارت ارشاد درونی کردن که بهشون نگاه میکنه، و از طرف دیگه سانسور که زندگی رو حذف میکنه از داستان، ابعاد مختلف شخصیت آدمی رو حذف میکنه، احساسات رو حذف میکنه، عواطف رو حذف میکنه، عشق رو حذف میکنه و غیره. داستان اگر اینا ازش حذف بشه، خب یه قصه ساده رو منم میتونم حکایت کنم، اون پرورشی که داستان نویس میده رو از داستان دارن حذف میکنن. و در نتیجه ما مواجه هستیم با، میتونیم بگیم که البته نمیشه گفت همه داستان هایی که در ایران به وجود اومده دیگه رمان های خوبی نیستن یا داستان های خوبی نیستن، حتما هستن، اما به هر حال ما داریم آثار این سانسور رو بر پیکر زخمی ادبیات خلاقه میبینیم. آقای مندلی‌پور، صحبت شما رو بشنویم، شما این فضا رو چگونه ارزیابی میکنید؟ داشتم عرض میکردم نمایشگاه و مشکلات که در نمایشگاه کتاب تهران پیش میاد فقط بروز بخشی از بیماری سانسور در ایرانه. وقتی که صنعت چاپ ایران به دوره قبل از گوتنبرگ برگشته با تیراژ کتاب در ایران، طبیعیه که خیلی از مشکلات ما قبل چاپ، یعنی دوران ما قبل چاپ، بروز پیدا کنه. بحثم این بود که به سانسور فقط به عنوان حذف یک کتاب، چند کلمه یک کتاب، یا حتی حذف نویسنده یا فیلتر نگاه نکنیم. سانسور یه پدیده اجتماعی و فرهنگیه، در فرهنگ ما وجود داره، از قدیم الایام وجود داشته. همینطور که فرهنگ رشد میکنه، ناقص یا کامل، سانسور هم باش رشد میکنه و شیوه های خودش رو پیدا میکنه. زمانی محرم علی خان حذف میکرد در خود دفتر روزنامه، الان فیلتر چینی یا غربی داره این کارو میکنه. سانسور به در ایران از در خونه که نویسنده میاد بیرون شروع میشه. مشکل اساسی دیگه این هست که بعد از انقلاب یک دیواری دور ایران کشیده شد، دیوار سانسور، و که تبادل فرهنگی رو مانع بشه. متاسفانه طراحان این دیوار غافل بودن، یا شاید منافعشون نبود، که در دهه 70 میلادی تئوری دهکده جهانی مطرح شده که دنیا تبدیل شده به یک دهکده جهانی، تبادل اطلاعات مانند یک دهکده میچرخه، اگر دیوار باشه یا نباشه. این دیواری که دور ایران کشیده شد متاسفانه این مشکل رو ایجاد کرد که جریان‌های سنگین فرهنگی دنیا که وضعیت مخصوصشون زیادتره پشت دیوار متوقف شدن و از بالای دیوار خس و خاشاک فرهنگ جهان بیشتر سرریز کرد در ایران، که نتایجش هم متوجه می‌بینیم. در ایران نوع موت نتونستن جلوشو بگیرن، موسیقی رو نتونستن جلوش بگیرن، و حتی اون جریان های سنگین فرهنگی از زیر زمین سد که شاروده محکمی هم نداشت، از زیر این شاروده به داخل ایران نفوذ کرد. این اتفاق در ایران افتاده و فاجعه‌ای هست که ما رو به عقب رونده.
یا عقب نگه داشته. اون مشکل توسعه نیافتگی ایران که از قبل از انقلاب شروع شده یک مشکل بیشتر از یک قرن است، ادامه پیدا کرده و صدمات خودش رو هم در آینده بیشتر خواهد زد. به سانسور از این زاویه نگاه کنیم. نمایشگاه کتاب یک ویترینه. دولت ها، کشورها افتخارشونه که ویترین زیبایی داشته باشن، ویترین متنوعی داشته باشن، بدون سانسور داشته باشن. نمایشگاه کتاب فرانکفورت هست، نمایشگاه کتاب ای تهران هم هست. مقایسه اینها، مقایسه دو وضعیت فرهنگی در دو کشور مختلف است. خدمت شما که عرض کنم در ادامه بحث دیوار نکته مثبتش رو هم نگاه کنیم. فرهنگ ایران فرهنگی که عادت داره به جنگیدن و عادت داره به سختی و تلاش کردن وقتی که در ظاهر مجبور ساکت باشه. پشت این دیوار ایران مانند یک گربه نشسته است. این گربه نشسته بلند میشه و از برای دیوار به بیرون نگاه میکنه. کما اینکه با اینترنت این مسئله تقریبا حل شد و سانسور سنتی در ایران الان مواجه شده با سرک کشیدن های این گربه به بیرون، چشمک زدن هاش به بیرون و شنیدن صداهای بیرون، آواهای بیرون. سرمایه نفتی هست، تکنولوژی خریده میشه، ولی در خود همین تکنولوژی ضد خود این تکنولوژی هم نهفته و خیلی ساده فیلتر هوشمند با تقسیم کردن کلمه دو به دو بخش و فاصله انداختنش گیج میشه. بنابراین بحث سانسور رو باید دائم زنده نگه بداریم به نظر من. و برگردم به بحث سوال شما راجع به رمان خودم. این بخشی از زندگی من بوده. اینکه حالا خارج اومدم یا مسائل دیگه برام پیش اومده یا تونستم آزاده‌تر بنویسم ممکنه درش سهیم بوده، ولی چون بخشی از زندگی شخصی من بوده در زمانی که نوشتنم در ایران آغاز شد، کماکان همیشه با من خواهد بود. چند مدت پیش در یک میز گرد راجع به وضعیت نویسنده و احساس نویسنده در خارج به صورت تبعیدی یا مهاجر بحث میشد، حرف من این بود که حتی در آزادترین کشورها هم نویسنده تبعیدی مهاجر آزاد نیست. هرگز نمیتونه از سرزمین مادری خودش جدا بشه. چرا؟ چون از زبانش جدا نمیشه. تصاویر که از ایران داره، تصاویر عزیزانش، تصاویری که در زندگی شخصی خودش داشته، همچنان همون جور در ذهنش ادامه پیدا میکنه و بدون زمان بسیاری از اون عزیزانش میمیرن، اما تصویری، عکسی که از اونا در حافظش داره همون جور میمونه که در زمان ترک کشور مادرش در ذهنش بوده. سانسور یک داستان عاشقانه‌ام ادامه زندگی من در ایرانه. فضا برام بازتر بود، ناشر خوب داشتم و کتاب چاپ شد و ادامه دیالوگ من و پرسش من هست. نه حکم خواستم صادر کنم، نه قضاوتی کنم و نه حتی به سور به این حالت که بخوام گزارش تاریخی بدم. بخشی از زندگی منه و بخشایش هم تجربه شخصی منه. گرچه راوی داستان بعضی ها اشتباه میکنن که 100% خود من هستم، نه، نویسنده از خودش میتونه بیاد بیرون و راوی داستان رو سایه خودش بذاره، آلتر اگوی خودش بذاره و حتی خودش رو به طنز و نقد بکشه و این ادامه پیدا کرد. خوشبختانه به 11 زبان و 13 کشور در 13 کشور چاپ شد و برام تجربه قشنگی بود. جاهایی چاپ شد که سانسور که مشکل اساسیشون نیست و جایی هم چاپ شد که طبیعتاً با سانسور مواجه هستن و برشون جذاب خواهد بود. نظریه دهکده جهانی در دهه 70 اشاره کردید و
به قولی کار و کار اینترنت. اخیراً صادق زیبا کلام بحث چاپ آثارش رو در افغانستان مطرح کرده. حالا اجازه بدین پرسش رو از خانم روانی پور داشته باشیم که خانم روانی پور، شما به عنوان نویسنده در این فضا برای قصه و رمان چه وظیفه‌ای رو قائل هستید و خمیرمایه به قولی نوشتار زن قصه نویس چگونه و در چه شرایطی ورز داده میشه و ثمر میشینه؟ شاید این وظیفه رو سال هاست که با شاگردان خودتون در کلاس های آنلاین داستان نویسی کلی ها به بحث میذارید. ببین، به نظر من داستان بلنگو نیست، بلنگوی هیچ کس، حتی نویسندش بلنگوی هیچ دولتی نیست. داستان زندگیه و من از زندگی خودم می نویسم، در چیدمان مکانی و زمانی که هستیم، و سعی می کنم که تا اونجایی که توانایی دارم، مچ خودم رو موقع سانسور کردم بگیرم. و خب سانسور یه بیماری بسیار مزمنی هستش که به این سادگی هم آدم نمیتونه از دستش خلاص بشه. ما توی محیطی بزرگ شدیم که حیثیت و آبرو و چه میدونم حواسمون به این و اون باشه، همه اینا ما رو توی یه فریم کرده. ما دائم مراقبیم که کسی رو نرنجونیم. خب بالاخره دست به عصا را میریم، ولی تا کی؟ به نظرم میرسه که یک ذره باید از خودمون شروع کنیم، به خصوص اون دوستانی که هی میگن ما میترسیم بنویسیم و مورد شماتت قرار بگیریم و موجب بدنامی بشه. من فکر میکنم اگر که همه شروع کنن از خودشون و نترسن، این وحشت رو، این وحشت تاریخی رو یه جوری از پسش بر بیان، خب یک گفتمان جدیدتری اتفاق میفته، یک کارای جدیدتر و نوتری نوشته خواهد شد. بعد به نظرم ترس، واقعا من با بچه‌هایی که کار میکنم بیشتر میترسن از ابراز وجود خودشون، واهمه دارن از باز کردن خودشون. وقتی من بهشون یه چیزی اول شخص میدم، مثلا یک متنی رو بنویسن، این ترس چگونه ایجاد شده در اینها خانم؟ خب این تاریخه واقعا. نگاه کنید شما، ببین ما توی کشوری زندگی میکنیم که یه دختری برای که سرک کشیده از پنجره باباش سرش رو بریده. خب این حالا ما کسانی که تو تهران هستن یه وضعیت دیگه دارن. ما به پا داریم، دائم همدیگر رو میپاییم و برای که آدمای درستی نشون داده بشیم مجبوریم خودمون رو جمع و جور کنیم. بعد این همون سانسور، واقعا این سانسوریه که نه تنها دولت اعمال میکنه، بعد خودمونم بر خودمون اعمال میکنیم. سرک کشیدن تو زندگی دیگران، کنترل کردن همدیگه، بعد یه باز تولید سانسور تو فرهنگ خودمون هم هست. یه جوری باید واقعا به نظرم یخه بدرانیم و نعره زنان بزنیم به خیابون، تمومش کنیم. ضایعاتی که داشته، ضایعاتی که این تو فریم قرار دادن و چهار دست به عصا را رفتن بر زندگی، فرهنگ و تاریخ ما داشته، هولناکه. خب من که میگم جشن سانسور، فروشگاه چیز نداریم، نمایشگاه کتاب نداریم، نمایشگاه سانسور کتاب داریم، برای اینه که واقعا آیا شوفرای داستان وقتی دریا طوفانی شد رو کسی میتونه پیدا کنه تو نمایشگاه؟ گیلمرد اونجا هست، کلنل اونجا هست، شازده اتجاب اونجا، کتابهایی هست که به یک مناسبتی سانسور اجازه داده که باشه، یکیش هم مال خودمه. خب بنابراین این نمایشگاه کتاب نیست، نمایشگاه کتاب این گاتیک و گروتسک، یه وضعیت واقعا گاتیک و گروتسک، هولناکه، مضحکه. بعد من مقایسه میکنیم با اینکه آها نمایشگاه، بهترین نمایشگاه، مردیم از این ترین، خفه شدیم، خودمون رو با ایزدیا مقایسه میکنیم، اونا که نمیتونن نمایشگاه داشته باشن، با برین مقایسه میکنیم. میدلیست مگه کجاست؟ الان پر جنگ و بدبختی و هزار تا مشکلات هست.
حالا ما 30 سال انقلاب کردیم که نمایشه اینجوری داشته باشیم، بعد مثلا جنس‌های بنجل بار کنیم بگیم 60,000 عنوان داریم. ما هممون آشنا هستیم با این تظاهرات خیابانی، اینم یه نوع تظاهرات خیابانی دشمن شکنه. چرا پس ما اینجا هستیم؟ چرا پس شهریار موندنی پور اینجاست؟ فرج سرکوهی اینجاست؟ اون همه نویسنده؟ چرا کتابای امیر چلتن چاپ نمیشه اگه سانسور نیست؟ و اگر این نمایشگاه کتابه، چه کتابایی رو اونجا پیدا میکنی؟ حالا شما اشاره کردید به نوشتن، اینکه از جوانان انتظار دارید که بنویسن، این نوشتن قرار در کدام بستر منتشر بشه و ارائه بشه خانم؟ ببین عزیز، من فکر میکنم که ما باید آپدیت باشیم، ما باید از این نعمت الهی، حالا بشری الهی، اینترنت استفاده کنیم. بچه هم دارن میکنن. البته از اون طرف خب یه مشکلاتی هست، یه ضرر مالی به نویسنده که جور میکنه و ضرر میکنه، برای که این زحمتش کارشه خب، و اینا دانلود میکنن. دیشب با یکی از همین گروه های بچه کولیا صحبت میکنن، مثلا میگفتن شما، من دو صفحه نوشتم زورم میاد واقعا بذارم دانلود کنن، چجوری اجازه میدین کتاباتون اینجوری دانلود بشه؟ خب ما اجازه نمیدیم، ولی چیز نیست، یعنی فرهنگ ارزش مادی نداره تو کشور ما، کار فرهنگی، یعنی کار حساب نمیشه. و میذارن هندونه زیر بغل ما که شما چون آدمای متفکری هستین و چون نویسنده هستین و چون فلان هستین. آخه نباید مادی باشین چی؟ که ما در قرن 21 و نیازهای خودمون رو داریم. این دانلود کردن ها، این همه اینا، و به بهانه این که میخوایم چون سانسور هست کتابای شما رو در معرض دید دیگران بذاریم، اینا هم همون کاریه که سانسور چی میکنه. حالا آقای سرکوهی، از شما بپرسیم، برخی عنوان میکنن که در این فضای پر از سانسوری که خانم روانپور هم اشاره دارن بهش، ادبیات بازاری در حال تولیده و شاید این گونه است که مخاطبان ادبیات در رابطه با داستان ایرانی دچار تردید شدن. تحلیل شما رو بدونیم، زمینی که اشاره خواهید کرد که حال رمان های سرگرمی چه تأثیری میتونه بر رشد فرهنگ کتابخوانی داشته باشه. ببینید، ما اصولا در زمینه داستان نویسی، توجه بکنید که داستان نویسی ژانر مدرنیه. ما در ایران قصه گویی داشتیم، نداشتیم داستان نویسی، شعر داشتیم مثلا، داستان، سینما، گرافیک، بعضی از این چیزها با بسیار چیزایی است که به تدریج بعد از مشروطه در ایران پیدا شده و اینها استلزامات خودشون رو دارن. اینا نمیتونن مثلا با قالب‌های سنتی یک جامعه ماقبل سرمایه‌داری خودشون رو هماهنگ بکنن، اون جامعه هم نمیتونه خودش رو به این هماهنگ بکنه. این یک نکته مهمی است در زمینه بازار. دوم اینکه در داستان، همونطور که در فیلم، ما همیشه به اصطلاح هم آثار هنری داریم، هم آثاری که منتقدین بهش میگن هنر کالا، یا حالا هر اسم دیگه بازاری، یا هر چیزی که بگذاریم، اوقات فراغت اگر محترمان تر بخوایم بگیم و غیره. پاورقی مثلا اصطلاحی بود که در ایران به کار می‌بردن، انواع اصطلاحات. این طبیعی است که لایه‌های گوناگون جامعه در سنین مختلف، در سطوح فرهنگی مختلف، وقتی که میخوان رمان بخونن یا داستان بخونن، حتی به اصطلاح خب میگردن دنبال اون چیزی که بتونه به نیازهاشون جواب بده یا در واقع بتونه باشون رابطه بگیره. و خب مثلا در یه سنین خاصی رابطه گرفتن مثلا با فرض کنیم پاورقی های زبیح الله منصوری خیلی راحت تر برای خود منم دارم میگم، تا مثلا آدم بخواد بره یک اثر مثلا پیچیده بخونه که لازمش به هر حال یک سطحی از فرهنگم هست. اما اینها در واقع پله های اول روشن. بنابراین از یک نگاه میتونیم بگیم که ادبی هنر کالا یا مثلا بستسلر که مشهور هست، نمیدونم هر اصطلاح دیگه که براش به کار ببرین، اینا به هر حال یک لایه هایی رو به هر حال کتاب خون میکنه، یا در واقع یک لایه هایی نیاز به کتاب خوندن رو با اینا برطرف میکنن. اما مشکلی که در جامعه ایران پیدا شده این نیستش که اینا وجود داره، اینا همیشه وجود داشتن. زمانی که صادق هدایت بوده، جواد حسین قلی مستعان هم بوده، جواد فاضل هم بوده، حالا تیراژشون هم ده ها برابر صادق هدایت بوده، اما بعد اینا فراموش شدن، خب هدایت مرده. نمیدونم زمانی که فرض کن حالا اشاره کرد منیر به انتری که لوتیش مرده بود، یا مثلا دیگر کتاب شاهکارهای بزرگ صادق چوبک، یعنی فاجعه است که ما اگر دو تا نویسنده بزرگ داشته باشیم، یکی چوبک با اون سنگ صبورش و آثارش ممنوع است در ایران. بعدا منظورم این استش که در اون زمانی که اونا بودن، خب اینا هم الان هم هست. فرض کن زمانی که هوشنگ گلچری می نوشته، همین شهریار که یا منیر، خانم روانی پور که اینا نویسنده‌های بسیار خوب ما هستن، خب پاورقی هم بوده، یک کسانی حالا اسمشون نمیگم وجود داشتن، می نوشتن، عیبی هم نداره، خیلی هم خوب هست. مشکل جایی است که مشکل اونجا پیدا می شود که نظام آموزشی ما ادبیات معاصر را
تبعید کرده. یعنی شما آموزش ادبی ببینید، شما در مدارس آلمان وقتی نگاه میکنید نویسنده‌های بزرگ رو دعوت میکنن میان مثلا داستان میخونن، با بچه ها حرف میزنن، یا مثلا دانشگاه ها نمیدونم کتابخونه ها. یعنی ادبیات باید حضور زنده داشته باشه در جامعه. این نیست که شما یه اثری چاپ بکنید تو اینترنت هم بذارید مشکل حل شد. مشکل این هستش که اون رابطه باید ایجاد بشه. این رابطه فقط با این ایجاد نمیشه که حتی چاپ بشه یا حتی مثلا تو اینترنت منتشر بشه. این رابطه در یک قالب های گفتم مدرن، یک قالب های مدرنی میخواد. باید به مدارس راه پیدا بکنه، باید به دانشگاه راه پیدا بکنه، باید رسانه ها راه پیدا بکنه، باید مثلا چه میدونم جلسات داستان خونی شعر خونی در کتابخونه های محلات برگزار بشه، کاری که در اینجا میکنن. چرا اینجا تیراژ بالاست و مثلا در ایران پایینه؟ وقتی که اینها نیست وقت مشکل اینجاست. وقتی که تمامی امکاناتی که نویسنده و ادبیات رو با جامعه پیوند میده و در واقع رابطه بینشون ایجاد میکنه، زمینه ایجاد میکنه و این رابطه حذف میشه، وقتی که همه از رسانه ها تبعید میشن، از نمیدونم مدارس تبعید میشن، از آموزش نظام دانشگاه همه تبعید میشن، اون وقت فضا خالی میشه برای اینکه یک نوع خاصی از ادبیات که مورد تایید هست بازار پیدا کنه. حالا فاجعه هم اونجاست در ایران که تیراژ ها به قدری پایینه که حتی اینا هم بازار پیدا نمی‌کنه. یعنی اینطوری نیست که آقایون تصور بکنن که خب ما یک وجهی از ادبیات معاصر ایران رو حذف می‌کنیم، که البته این شوخی است، فکر کنن میتونن حذف بکنن، به هر حال آثار نوشته میشه، اما اینا تصورشون که حذف می‌کنیم وقت بازار رو میدیم دست. ببینید در 30 سال گذشته بازار میدیم دست نویسندگان ارزشی، سرمایه‌گذاری‌های مالی، همه سرمایه‌گذاری‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های معنوی تمامی نهادهای حکومتی از همه جناها برای تولید نویسنده مسلمان که معتبر باشه بتونه مثلا با هوشنگ گلشیری برابری کنه شکست خورده. این نمیشه. ادبیات شما نمیشه. هم شاعر نویسنده هنرمند من آره فرج خیلی تقلا کردن همتای شاملو رو درست کنن، همتای گلشیری رو درست کنن. نه اینکه ادبیات باید در زمینه خودش باشه و به همین دلیل من تصورم اینه که اون آثاری که سفارشی نیست، واقعا سفارشی نیست. یعنی نمیشه سفارشی نویسنده درست کنی. من نمیشه کارهای آثار بازاری ضرری ندارن، اما به شرطی که در کنارش اینا فضای ادبیات موجود رو تنگ نکنن. اگر این فضا تنگ نبود اون آثار حتی کمک کننده بود به نظر من. حالا آقای مندلی‌پور نظر شما رو بشنویم با توجه به اشاره‌ای که در رابطه با تأثیر سانسور در شکل بخشیدن به محتوای ادبیات داستانی شد، آیا در این شرایط امکان خلق ادبیات جدی وجود داره و یا اینکه با امیرحسین چلتن هم شما هم نظرید که ادبیات ایران دوچار سانحه و سانحه شده و فلج شده اساسا؟ به نظر من خب ادبیات ایران قبلا هم گفتم یه ادبیات زخمیه و سالم نیست. در جبهه بس مطرح بود وقتی گلوله میخوری زخمت گرمه، مدتی باید بگذره که زخم سرد بشه و بعد درد شروع میشه. لطمه‌هایی که سانسور به ادبیات ایران زده کم نیستن. اینجا در وقتی بس مطرح میشه طوری نگاه به ادبیات ایران میکنن که خب یک کشور از توسعه نیافته است، بنابراین ادبیاتش هم توسعه نیافته است. استدلال من این ور اینه که در هنر عنصر جهش وجود داره، پتانسیل جهش وجود داره. ممکنه یک کشوری از لحاظ اقتصادی ضعیف باشه یا صنعتی عقب مونده باشه، عقب نگه داشته شده باشه، اما در هنرش، در ذات هنر پتانسیل جهش وجود داره. کلمبیا نمونش، در مارکز رو تحویل میده، یا ادبیات کلن آمریکای لاتین. البته یادم هم نمیره که پشتوانه ادبیات آمریکای لاتین خب ادبیات اسپانیا هست، اروپایی و دونکیش شد. اما آسیب‌های خودش رو زده سانسور. من با نظر چلتن موافق نیستم که میگه آینه تمام نمای ادبیات ایران، ادبیات ایران آینه جامعه نیست. این زاویه دید اشتباس. این نوع نگاه به ادبیات از یک روش شناسایی یا شناخت ادبیات میاد که روش قدیمیه، همون روشی که ادبیات متحد رو توریزه کرد
و بعد ادبیات رئال سوسیالیستی رو. ادبیات قرار نیست آینه تمام نمای جامعه باشه. در ادبیات رسمی فعلی کشور هم این داره تبلیغ میشه که ادبیات دستور عمل داره انگار که باید آینه جامعه اسلامی باشه. نتیجهش هم اونه. ادبیات کارش ادبیات خیلی کوتاه. بله بفرمایید آقای سرکوی. خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید چون صحبت آقای چلتن از اینجا نیست، من یه توضیح باید بدم که من حرف شهریار آقای بندلی‌پور قبول دارم که ادبیات نمیدونم در میشه براش تعریف کرد که باید آینه باشه آینه نباشه اما نکته است. نه حرف یه چیز دیگه است. ادبیات حتی مبتذل ترین و سانسور زده ترین ادبیات به هر حال آینه جامعه است. چرا؟ چون که وقتی ادبیات معیوب سانسور زده به وجود میاد نشون میده که اون جامعه سانسور زده است، به هر حال یه چیزی رو نشون میده. این یک نکته. نکته دوم که ما هیچ وقت حکم قطعی قانون مثل علوم طبیعی نمیتونیم در مورد ادبیات صادر کنیم. در بحرانی ترین دوره تاریخ ایران، یکی از بحرانی ترین دورانی تاریخ ایران، حافظ به وجود آمده، دوره‌ای که دیگه میدونیم اگر بخونیم چه دوران بدی هست مثلا، یا مثلا در استبداد رضاشاهی بوتکور نوشته شده. خلق ادبی به اصطلاح تابع قانون‌های سفت و سخت نیست. اما یک نکته اینجا مشخص است، وقتی کسی میگوید که ادبیات جامعه را نشون نمیده، منظورش این نیست که ادبیات باید جامعه را نشون بده. این حرفی است که من اول زدم. سانسور زندگی رو، ابعاد گوناگون شخصیت آدمی رو، حس و عاطفه رو از ادبیات حذف کرد، از ادبیاتی که با معیارهای سانسور منتشر میشن. حالا اگه یک کسانی هستن آثاری جدا از این معیارها میسن، بحث دیگری هستش. ادبیاتی که با معیارهای این سانسور منتشر میشه، عشق توش نباشه، عاطفه توش نباشه، عاطفه ها ارزشی باشن، مکتبی باشن و غیر و غیر و، این نوع ادبیات زندگی ازش حذف شده. در واقع من فکر میکنم که یک همچو موردی منظور نظر بوده باشه، وگرنه این درست هست. ادبیات براش وظیفه نمیشه تعیین. به انتهای ادامه بدم، من داریم نزدیک میشیم. آقای مندنی‌پور خیلی کوتاه اجازه بدید من تمام کنم. بله بفرمایید. به هر حال ادبیات وقتی ادبیات باشه، به مفهوم هنری خودش باشه، طبیعتاً به طور جنبی آینه جامعه خودش هم خواهد بود. بوفکوری که همه بهش افتخار میکنیم مگر در کجا میگذره؟ بیشتر در یک اتاق میگذره. اما همچنان هنوز هم آینه جامعه ایران هست. مهم نیست در یک مکان باشه، مهم نیست که در یک اتاق بگذره. اگر ادبیات ناب باشه، که به نظر من مثلا خود چلتن آثاری داره که در این حوزه هست، این آینه جامعش خواهد آینه جامعش خواهد صادقه دارد. در بحث در بحث رو رعایت نکرد، این نکته مهمه. بله در بحث جامعه شناختی ادبیات مطرح خواهد شد و خب مزایای خودش رو هم خواهد داشت. بحث سانسور بحث اساسیه، ولی یک نویسنده قادر و توانا که تا حدی که تونسته خودش رو از آسیب‌های سانسور حفظ کرده، حتی اگر راجع به یک شیء کوچک در اتاق خودش بنویسه و اگر زاویه دیدش درست باشه به اون شیء و زاویه دیدش زاویه داستان باشه، این داستان آینه اون اتاق خواهد بود و اون اتاق آینه اون شهر خواهد بود و آینه تاریخش خواهد بود. نکته مهم اینه که از این زاویه باید وارد بشه که اول اثر ادبیات باشه. من فقط خیلی کوتاه. صادق هدایت در نوشتن بوفکور معیارهای سانسور دوره رضاشاهی را رعایت نکرد و از اون رها شد، به همین دلیل، نه که به این دلیل البته، اما به دلیل این رها شدن اثرش صدمه ندید. حرف اینه آثاری که با معیارهای سانسور جمهوری اسلامی منتشر میشن زندگی ازشون حذف میشه و در نتیجه جنبه هنریشون هم اصلا خوب ضعیف میشه. داریم میبینیم دیگه خودمون. حالا به پایان این برنامه داریم نزدیک میشیم. پرونده احوال نویسندگی و سانسور در ادبیات ایران رو با یادی از شاعری میبندیم که در تبعید وطن می سرود و معروف به شاعر تهران بود، با بیش از 70 کتاب شعر و ترجمه و تألیف در حوزه ادبیات که در سکوت حدود 9 روز پیش به خاک سپرده شد. با او در 10 سالگی سالمرگ احمد شاملو گفتگویی داشتم و از او پرسیدم چرا اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت برای شاعر داده نشد و او به من گفت نمایش یاد بود مهم نیست، مهم این است مخاطب شاعر را در قلب دوست داشته باشد. بشنویم. ببینید که من یادمه که روز تشییع جنازه او قانون نمی‌شد، 120
تا اتوبوس اجاره کرد. این رقم کمی نیست. یعنی در واقع مردم اونجایی که امکانش داشتن، کسانی که شعر دوست داشتن، از اون تجدید کردن. و من به یاد میارم که ما از در واقع مقامات دولتی خواستیم که ورزشگاه امجدی یا شیرودی رو به ما بدن که بتونیم مراسمی بگیریم برای شاملو که اجازه ندادن. یعنی این امکان هست. خود این امکان به خودی خود با ارزشه. شاملو تو قلب مردم جا داره. احتیاج به تظاهرات نیست اگه نمیشه. در واقع مخصوص نمایش یاد بود میشه خیلی خوب برگزار کرد. ولی حالا هم که نمیشه بیشتر به محبوبیت اون میافزاید به نظر من. خب آقای مندلی‌پور با شما یادی کنیم از سپانلو و خاکسپاری آرام او. خیلی کوتاه، ما حدود 7 دقیقه تا پایان برنامه داریم، بفرمایید. خب متاسفانه یک شاعر رو از دست دادیم و این لطمه است، این اندوهناکه برای ادبیات ایران که شاعر خودش رو از دست بده. و تاسف دیگه این است که آقای سپانلو یک شاهد ارزشمند بود به تاریخ روشنفکری ایران و ادبیات ایران و کاش این رو مکتوب میکرد. نکرده. خاطرات شخصی خودش رو به صورت دقیق و نه مانند کتاب کهربا که امیدوارم مال ایشون نباشه و به صورت یک تاریخ شفاهی، این رو ما از دست دادیم. سپانلو یه شاهد خیلی خوب بود و دید تیزی داشت بر این جریان ها و امیدوارم جایی مکتوب کرده باشه. اگر نشده باشه ما این رو هم از دست دادیم. خانم روانی‌پور خیلی کوتاه، شما چه اشاره ای رو دوست دارید داشته باشید؟ برای من آخرین لحظه ای که شاعر رو دیدم، بعضی ها هستن، بعضی اصلا هستن و اون هست، یعنی آدمی مثل سپانلو هست. آخرین بار دم در سفارت آلمان دیدمش و گله داشتم که این چه وضعیت هولناکی است که ما دور هم توی سفارت یک کشور دیگه جمع میشیم، ما نمیتونیم با هم جمع بشیم حرف بزنیم، داستان بخونیم و کی درست میشه. داشتم میگفتم چرا اینجوریه، چرا نمیتونیم میزبانایی رو که ما رو دعوت میکنن دعوت کنیم خونمون و انگ جاسوسی به ما نخوره. خیلی خیلی جالب بود، نگاه کرد به من، گفتم سپان کی درست میشه این چیزا به نظر تو، واقعا کی درست میشه؟ نگاه کرد با پاش نوک کفشش یه دایره کشید، گفت درست میشه ولی به عمر ما قد نمیده. جالب بود وقتی که خبر رو شنیدم این جلو چشم اومد و خیلی متاسف شدم. آقای سرکوی، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم. مجموعه آثار زنده یاد سپانلو رو چگونه تقسیم بندی می‌کنید؟ اجازه بدید، آثار او در شعر خلاصه نمی‌شد و پژوهش‌های گوناگون هم در عرصه‌های داستان‌نویسی و نقد ادبی داره، ضمن اینکه به نقش او در کانون نویسندگان ایران اشاره کنید و البته کتابی با همین نام که در ایران اجازه چاپ پیدا نکرد. خیلی کوتاه. سپانلو در زمینه در شعر، خب میدونیم صدای متمایزی بود از دهه 40 تا حالا، برای اینکه هم یک زبان به اصطلاح ویژه خودش خلق کرد، هم جهان شعری به خصوص این مسئله بسیار مهمه و اینا که تقلیلش میدن به شاعر تهران، به نظر من تقلیل دادن. سپانلو یک جهان شعری خلق کرد، بعد زبان خلق کرد، بعد فرم‌های تازه‌ای در ادبیات کرد و به خصوص توجه بکنیم که سپانلو منظومه سرایی رو در شعر به اصطلاح نیمایی به اوج میتونیم بگیم که یکی از فرازهای منظومه سرایی در شعر نیمایی هستش. و در این حال همونطور که گفتین سپانلو در زمینه داستان نویسی بسیار پژوهش‌های بسیار خوبی داره و سپانلو یکی از فعال‌ترین و درخشان‌ترین چهره‌های کانون نویسندگان بود، چه قبل از انقلاب که جزء نسل مثل آل احمد و اینا که کانون رو بنیاد گذاشتن اینا از نسل قبل بودن، میان نسل جدید اسماعیل سپانلو و آقای نوری‌علا و دیگران از نسل جدید از فعال‌ترین‌ها بودن و بعد هم در به اصطلاح بعد از انقلاب در جمع مشورتی کانون نویسندگان نوشتن متن 134 منشور جدید کانون و دیگر چیزایی که من بودم دیگه شاهدم، سپانلو یکی از خوشفکرترین و ثابت قدمترین قیل و قالها از بین میره، آنچه از سپانلو میمونه اون اوجهایی که در شعرش بهش دست یافت، پژوهشاش و نقش بسیار مثبتی در کانون. چرا سرگذشت کانون نویسندگان در ایران چاپ نمیشه؟ رفتار و برای ما رفتار اون به اصطلاح اون دوستی صمیمی که یک آدم صمیمی که همیشه میشد بری خونش. چرا کتابش منتشر نمیشه؟ بله من سوال نفهمیدم. چرا کتاب سرگذشت کار نویسندگان ایران در ایران منتشر نمیشه و بعد در سوئد این منتشر میشد؟ خب فکر میکنم که تمام مدت که داشتیم راجع به سانسور صحبت میکردیم پاسخی بر این از سانسور اجازه نمیده. ممنون از شما. با سپاس آقای از آقایان، فرج سرکوهی منتقد ادبی که از آلمان با ما بودید،
آقای شهریار مندنی پور داستان نویس و خانم منیرو روانی پور که با مشکلاتی که بود خانم مندنی پور دعوت ما رو پذیرفتید. ممنون از شما. برنامه امشب افق رو در این لحظه به پایان میبریم. افق 8 تا 9 شب به وقت ایران.